بر اساس چشم اندازه در حال تحول و رو به رشد هوش مصنوعی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها در حال ایجاد چارچوب‌های قانونی متمایزی برای مقابله با چالش‌های ناشی از این فناوری هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم ببینید. ایالات متحده با تکیه بر مقررات موجود خود در صنایع مختلف روی کرده خاصی را در قبال هوش مصنوعی اتخاذ کرده، در حالی که اتحادیه اروپا قانون جامع هوش مصنوعی را تدوین و سیستم های هوش مصنوعی را در قالب فعالیت های همراه با ریسک طبقه بندی کرده و الزامات نظارتی متناسب برای آن در نظر گرفته است. کشورهای دیگری مانند چین در حال توسعه قوانین متمرکز هوش مصنوعی تحت تأثیر این مدل ها هستند. پیشرفت‌های قانونی اخیر شامل لایحه پیشگامانه کالیفرنیا سیستم‌های هوش مصنوعی بزرگ را مجبور به انجام آزمایش‌های دقیق و آشکار نمودن پروتکل‌های ایمنی می‌کند. این لایحه توسط سناتور اسکات وینر که سیستم‌های هوش مصنوعی را کنترل می‌کند ارائه شده و برآورد شده که برای اجرای این لایحه به بیش از 100 میلیون دلار برای آموزش نیاز دارند. این لایحه مورد حمایت چهره‌هایی مانند ایلان ماسک قرار گرفته، اگرچه با انتقاد شرکت‌های بزرگ فناوری که نگران سرکوب احتمالی نوآوری هستند مواجه است. در همین حال فرمان اجرایی پرزیدنت بایدن در مورد هوش مصنوعی که در اکتبر 2023 امضا شد به دنبال کاهش خطرات مرتبط با سیستم‌های قدرتمند هوش مصنوعی است و بر نیاز به اقدامات بیشتر کنگره تاکید می‌کند. از آن سو پارلمان اروپا قانون هوش مصنوعی را در 13 مارس 2024 با اکثریت قابل توجهی تصویب کرد. هدف از تصویب این قانون وضع مقررات تاریخی به منظور حفاظت از حقوق اساسی و در عین حال تقویت نوآوری، ممنوع کردن شیوه هایی مانند طبقه بندی بیومتریک و اعمال محدودیت های شدید نسبت به استفاده مجریان قانون از هویت بیومتریک است. سیستم های هوش مصنوعی پرخطر مشمول الزامات شفافیت و نظارت انسانی خواهند بود و شهروندان را قادر می سازد در صورت وارد آمدن زیان و خسارت شکایت کنند. این قانون 24 ماه پس از آن به طور کامل قابل اجرا خواهد بود. قوانین موجود مانند GDPR در اتحادیه اروپا و CCPA در ایالات متحده پایه ای را ارائه می کنند و برخی از حوزه های قضایی حفاظت های افزون تر ویژه هوش مصنوعی را در نظر می گیرند. چارچوب های امنیت سایبری برای سیستم های هوش مصنوعی تطبیق داده می شوند و از خود هوش مصنوعی برای شناسایی تهدید استفاده می کنند و در عین حال نگرانی های مربوط به استفاده های نفرت انگیز و دشمن ساز را برطرف می کنند. حقوق مالکیت معنوی برای آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی همچنان یک موضوع بحث برانگیز است و با درخواست برای مقررات بروز شده برای اطمینان از حفاظت از حقوق پدیدآورندگان همراه است. یک مطالعه جدید نگرانی های قابل توجهی را در مورد قوانین کپی رایت مطرح نموده که هوش مصنوعی AI به طور افزاینده‌ای آثار هنری تولید می کند. محققان نظرسنجی هایی را با متخصصان حقوقی و خلاق انجام دادند و دریافتند که 76% معتقدند مقررات فعلی حقوق کپی رایت منسوخ شده و در مورد هوش مصنوعی کارایی لازم را ندارد. بیش از نیمی از شرکت کنندگان موافق بودند که آثار تولید شده توسط هوش مصنوعی باید از حمایت حق نسخه برداری برخوردار شوند و خالق حقوق آن را در اختیار داشته باشند. با این حال بسیاری از افراد در مورد نقض احتمالی حق کپی رایت ابراز نگرانی کردند. قوانین ویژه در رابطه با کاربردهای هوش مصنوعی در زمینه‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی، مالی و وسایل نقلیه وجود دارد، در حالی که لازم است مکانیزم‌های اخلاقی از جمله دستورالعمل‌ها و گروه‌های مختص به منظور نظارت اخلاقی برای اطمینان از پاسخگویی و شفافیت در زمینه توسعه هوش مصنوعی ایجاد شوند.